خب باز در مورد استرس میخوام یه سری اطلاعات بهتون بدم و شاید یه سری راه حل، به خاطر اینکه باز میگم بزرگترین عامل بیماری ها استرس هست و شاید ما بارها و بارها راجع به این موضوع صحبت کنیم. و از اونجایی که من نظر هولیستیک و کلنگر نسبت به این مسئله دارم و همیشه عمل و عکس العمل و غیره رو نگاه میکنم، یه مقدار باز بیشتر راه حل و توضیح خدمتون میدم. مهمترین دلیلی که ما استرس داریم و بارها من گفتم اینه که ما در زمان حال زندگی نمی کنیم و یا همش در گذشته هستیم و یا در آینده، که مثالم زدم مثل رانندگی که داریم رانندگی می کنیم و اگر که جلو جاده رو نبینیم و همش یا بالای قله کوه اون تحته ها رو ببینیم و یا اینکه توی آینه عقب نگاه بکنیم، خب مسلماً میتونیم بزنیم به این ور اون ور و رانندگیمون به درستی انجام نشه. زندگی هم همونطوره. باید سعی کنیم بیشتر زمانها در حال باشیم. حالا بعضی موقع ممکنه یه خاطره خوشیه یا یه چیزی که میخوایم یادمون بیاد میریم در گذشته و بعضی موقع ها میخوایم آینده سازی بکنیم و تحریزی بکنیم میریم در آینده. ولی اون گذشته هایی که وقتی میریم توش و احساس افسوس و پشیمانی و عصبانیت و کینه و نفرت و اینهاست، و یا در آینده که احساس همش فکر کنیم ترس داریم، وحشت داریم، نگران باشیم، استراب داشته باشیم، اینها خب میتونه باعث استرس بشه و بهترین راهش اینه که در زمان حال باشیم. یکی از بهترین راههایی که میتونیم خودمون رو در زمان حال نگه داریم اینه که از 5 حسمون استفاده کنیم و شاید یک بار امتحان کنید دفعه دیگه که یه مقدار احساس استرس دارین، سعی کنین که از این حواس پنجگانه خودتون یه استفاده بکنین و میبینین که چقدر سریع شما رو میاره توی لحظه. مثلا از حس بیناییتون نگاه کنین، شاید بهترین راهی که از حس بیناییتون استفاده کنین برین فوری در طبیعت، کوه و دشت و طبیعت و درخت و به هر حال پلنت های مختلف و غیره رو سعی کنین نگاه کنین و به هر حال میتونین به آسمون آبی نگاه کنین، میتونین به آبشار نگاه کنین، میتونین به طبیعت و اقیانوس و دریا نگاه بکنین و یا حتی میتونین به یه رنگ دلخواه خودتون، مثلا یه رنگ سبز خیلی خوب نگاه کنین و یا یه رنگ آبی خیلی قشنگ نگاه بکنین. به هر حال میتونین به یه گل زیبا نگاه بکنین و هر چیزی که باعث میشه که شما با نگرش به اون به شما یه لذتی و یا یک آرامش و یک شادی بده. یکی دیگه از راههایی که میتونین در لحظه باشین حس شنوایی و با شنیدن. بهترین راه، شاید یکی از بهترین راهها، یه موزیک خیلی قشنگ و به هر حال دلنشین و بهش گوش بکنین که خیلی به شما رو آروم بکنه. شاید برین توی طبیعت و از صدای باد، از صدای به هر حال آبشار و از صدای شاید پرندگان، صدای موج دریا، صدای حتی یک زنگوله و هر کدوم از این صداهایی که به هر حال میتونه شما رو آروم بکنه و شاد بکنه استفاده بکنید. یکی دیگه از حسای دیگه حس بویایی هستش که شاید بهترین راهش یک گل زیبا رو بکنین و یا یه سری از این اسنشال اویل ها مثل لوندر و غیره رو بکنین. میتونید برید تو طبیعت، تو جنگل یا بغل اقیانوس و دریا و غیره و هوای تازه رو یه مقداری حس بکنین و بو بکنین. یکی از فیوریت ها، اگر در خانوادهتون نوزادی وجود داره که تازه به دنیا آمده، شاید یکی از بهترین ها باشن و همه اینها میتونن از نظر بویایی شما رو یک آرامشی بدن. میتونین یه سپایسی مثل وانیلا یا وانیل و یا حتی قهوه و یا مینت یا نعنا یا هر چیزی که به هر حال به شما از اون بو کردن اون شما رو یه مقدار خوشحال میکنه و یا آروم میکنه. یکی دیگر از حسایی که خیلی میتونه کمک بکنه حس لمس هست که شاید بهترین راهش گرفتن یک ماساژ باشه. البته با این جریان کووید 19 و کرونا شاید الان ایده خیلی خیلی خوبی نباشه، ولی خودتون هم حتی میتونین به خودتون ماساژ بدین. میتونین اگر که حیوانی دارین، سگ و یا گربه و غیره، اونها رو یه مقدار لمسشون بکنین. هر چیزی که مربوط به آب باشه و یا در وان حمام یا در جکوزی و یا دوش بگیرین و یا در استخ و یا دریاچه و اقیانوس و غیره، هر نوع به هر صورتی که آب شما رو بدنتون رو تاچ بکنه، یک کسی که دوستش دارین شاید بغل بکنین و اگر که امکان پذیر نیست حتی درخت رو میشه بغل کرد که خیلی هم به شما آرامش و
به هر حال کمک میکنه برای سلامتیتون، امتحانش بکنید. پارچه های مختلف مثل مخمل، مثل ابریشم و یا ساتن و غیره، همه اینها از نظر تاچ میتونه شما رو یه مقداری در لحظه بیاره، به خاطر اینکه همینی که مشغول میشین به اون عمل میبینی که یه مقدار شما رو برده توی لحظه. سنس پنجم اون چشایی هستش که با اون هم شما خیلی بهتر و راحت‌تر میتونید بیاین توی لحظه، یه نارنگی رو پوست بکنین. اتفاقا از نظر پوستش هم اون بازش که میکنین، اون بویی که به مشام شما میرسه و حتی تاچش که میکنین، یعنی یه پوست کردن یه نارنگی و خوردنش شاید خیلی از اینها و نگاه کردنش و همه اینها شاید تمام این حواس پنجگانه رو با خوردن یه نارنگی مثلا یا یک میوه‌ای که خیلی دوست دارین و حتی یه تیکه شکلات، البته زیاده روی نکنید، ولی خب هر چیزی که به هر حال خوردنش، نه هر چیزی البته، چون خب بعضی از مواد غذایی هستن که خب زیاد برای شما سالم نیستن، ولی هر چیزی که به هر حال به شما یک شادی میده خوردنش، حتی شده عیبی نداره یه بستنی هم بخورید اگه خیلی استرستون زیاده و اون شادی رو به شما در اون لحظه میده و شما رو میاره توی لحظه، ارزشش رو داره حالا یک بار یه همچین کاری بکنید. ولی به هر حال میتونین هر چیزی که از نظر طعم به شما لذت میده امتحان بکنی که شما رو بیاره توی لحظه. پس این حواس پنجگانه شاید یکی از بهترین ابزاری باشن که وقتی که ما دوچار استرس میشیم اونها رو استفاده کنیم که ما رو از نگرانی های آینده و افسوس های گذشته بیاره توی لحظه و شاید اون استرسی که داریم یه مقداری کمتر بکنه.